درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. تلویزیون شبکه 14 اسرائیل اعلام کرد که طرح تل‌آویو برای پاسخ به حمله موشکی ایران آماده است. متهمان جاسوسی برای تهران قصد ترور شهردار و یک دانشمند هسته‌ای در اسرائیل را داشتند. پزشکیان لایحه بودجه سال 1404 را با تاکید بر افزایش قیمت بنزین به مجلس ارائه داد. حزب الله لبنان مسئولیت حمله پهپادی به خانه بنیامین نتانیاهو را بر عهده گرفت. FBI تحقیقات درباره درز اطلاعاتی اسناد فوق محرمانه مرتبط با آمادگی‌های اسرائیل برای حمله به جمهوری اسلامی را آغاز کرده است. ایالات متحده آمریکا 6 شرکت چینی را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. و محمد رسولوف تازه‌ترین ساخته خود با عنوان دانه انجیر معابد را به الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو روزنامه‌نگار ایرانی تقدیم کرد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز شنبه 22 اکتبر 2024 میلادی برابر است با 1 آبان ماه سال 1403 خورشیدی. تلویزیون شبکه 14 اسرائیل روز سه‌شنبه اول آبان ماه اعلام کرد که طرح تل‌آویو برای پاسخ به حمله موشکی ایران آماده است. طبق گفته این شبکه تلویزیونی، طرح اسرائیل ممکن است شامل حمله به منازل مقامات ایرانی باشد که در پاسخ به تلاش تهران برای ترور بنیامین نتانیاهو انجام می شود. چند روز پیش حزب الله لبنان با یک پهپاد انفجاری خانه نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را هدف قرار داد. کانال اسرائیلی همچنین گزارش داد که ارتش اسرائیل و سرویس اطلاعات خارجی این کشور به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و وزیر دفاع او یوآف گالانت طرحی برای پاسخ به حمله موشکی ایران در اوایل ماه جاری ارائه کردند. این شبکه گفت این طرح که جزئیات آن را تنها تعداد کمی از مقامات اسرائیلی می دانند، شامل گزینه‌های گسترده‌ای از جمله حمله به تأسیسات نفت و گاز، مراکز نظامی و دولتی و همچنین هدف قرار دادن منازل مقامات ایرانی می شود که در پاسخ به حمله پهپادی به خانه نتانیاهو در قیصریه انجام می گیرد. بنا به این گزارش، خلبانان نیروی هوایی اسرائیل که در حمله به ایران شرکت خواهند کرد، اندکی قبل از انجام عملیات از جزئیات و اهداف مطلع خواهند شد. این کانال اسرائیلی افزود این حمله ممکن است شامل مشارکت جنگنده‌ها و هواپیماهای سوخت‌رسان و بکارگیری موشک‌های دوربرد باشد. از سوی دیگر فرمانده کل سابق سپاه پاسداران مدعی شد که حمله احتمالی اسرائیل در پاسخ به حمله موشکی 10 مهر ماه ایران محدود و کوچک خواهد بود. به گزارش ایسنا، محمد علی جعفری در حاشیه یک مراسم حکومتی به خبرنگاران گفت اسرائیل خیلی کوچکتر از آن است که بتواند به ایران حمله کند. البته ممکن است که اسرائیل حمله مطبوعانه محدود و کوچک برای اینکه بگوید جواب دادم انجام بدهد، ولی حمله که در خور وعده صادق دو باشد قطعا نمیتواند داشته باشد. پلیس و سازمان امنیت داخلی اسرائیل شباک از بازداشت 7 تن از ساکنان شرق شهر اورشلیم در یک پرونده جدید جاسوسی برای جمهوری اسلامی خبر دادند. این افراد به برنامه ریزی برای انجام حملاتی در اسرائیل مانند ترور یک دانشمند هسته‌ای و شهردار یکی از شهرهای مرکزی این کشور متهم هستند. مقامات پلیس و شباک روز سه‌شنبه 1 آبان ماه با اعلام این خبر گفتند که این افراد بین 17 تا 23 ساله اهل بیت صفاپا در شرق اورشلیم هستند و هیچ کدام سابقه کیفری یا امنیتی ندارند. متهم اصلی و رهبر آنها فردی به نام رامی علیان 23 ساله بوده که حدود 2 سال پیش از توی یک مأمور جمهوری اسلامی جذب شده و 6 تن دیگر را به خدمت گرفته است. این گروه تا 2 سال اخیر مأموریت‌های آزمایشی مختلفی را در ازای دریافت هزاران دلار انجام دادند. از جمله این فعالیت‌ها خرید نارنجک و مهمات، آتش زدن خودروها،
تخریب انبار در اورشلیم و نوشتن گرافیتی با مضمون آزادی گروگان‌ها در غزه و همچنین مأموریت عکاسی از مکان‌های مختلف بوده است. در مقطعی به این افراد دستور داده شده یک نارنجک به سمت یک مأمور امنیتی اسرائیلی پرتاب کنند، اما این حمله اجرا نشده است. آلیان در ادامه مأموریتش عکس و نشانی یک دانشمند هسته‌ای اسرائیل را دریافت کرده و جمهوری اسلامی به او وعده پرداخت 53,000 دلار در صورت موفقیت عملیات ترور این فرد داده است. مقامات امنیتی اسرائیل میگویند که آلیان برای این حمله آماده شده، اما پیش از اقدام عملی او و گروهش دستگیر شدند. شبکه کان نوشت که از این مظنونان خواسته شده بود درباره جزئیاتی از زندگی یکی از شهرداران شهرهای مرکزی اسرائیل تحقیق کنند. کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که آلیان در بازجویی ها به توطئه برای انجام فعالیت های تروریستی اعتراف کرده و گفته است که این کارها را آگاهانه و برای جمهوری اسلامی انجام داده است. این متهم همچنین گفته که قصد آسیب رساندن به امنیت ملی اسرائیل را به دلیل جنگ در غزه داشته است. رئیس جمهور اسلامی ایران لایحه بودجه سال 1404 کل کشور را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و با دفاع از مفاد این لایحه بر افزایش قیمت بنزین تاکید کرد. مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه اول آبان ماه بار دیگر از موضوع کاهش یارانه سوخت در آینده دفاع کرد و خبر از برداشت‌های بیشتر از صندوق توسعه ملی داد. به همچنین گفت که با توجه به شرایط منطقه‌ای در احکام بودجه اطمینان حاصل شده که تقویت بنیه دفاعی مورد توجه قرار بگیرد. رئیس جمهور اسلامی ایران جزئیاتی در مورد میزان اختصاص بودجه به بخش تقویت بنیه دفاعی ارائه نداد. پزشکیان در این حال گفت که در تنظیم این بودجه سعی داشته تا عدالت محوری را رعایت کند، اما افزود که معنی حرف من این نیست که بخواهیم یک دفعه تبعیض را رفع کنیم، اما تلاش کردیم که به این سمت برویم. به نوشته رسانه‌های داخلی بودجه سال 1404 از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر 118,966,000 میلیارد ریال است و بودجه عمومی کشور به حدود 6,400,000 میلیارد تومان رسیده است. کمیسیون‌های مجلس در گزارش بررسی انفجار در معدن زغالسنگ طبس اعلام کردند که عدم رعایت استانداردهای ایمنی و قواعد حرفه‌ای، نبود تجهیزات حفاظتی کافی و ارائه نشدن آموزش‌های لازم، استفاده از ماشین‌آلات قدیمی یا نامناسب و ضعف دستگاه‌های نظارتی مهمترین دلایل وقوع این سانحه بودند. در گزارش مجلس شورای اسلامی که امروز شنبه اول آبان ماه از سوی زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن قرائت شد، تجمع تدریجی گاز به دلیل تهویه ناکافی و نبود زهکشی مناسب از دلایل اصلی وقوع حادثه در بلوک سی عنوان شده است. محمد صادق معتمدیان روز سه‌شنبه اول آبان ماه در مراسم معارفه خود به عنوان استاندار جدید تهران با اعلام اینکه از 2.5 میلیون طبعه ساکن این استان بیش از 40%، یعنی 1 میلیون تن، به صورت غیر مجاز حضور دارند، بر لزوم اخراج این افراد تاکید کرد. اسکندر مؤمنی وزیر کشور دولت 14 هم در این جلسه تهران را مهاجر پذیرترین استان کشور اعلام کرد و با تاکید بر اینکه ساماندهی و طرد اتباع بیگانه غیر مجاز باید در اولویت قرار بگیرد گفت ما بارها گفتیم که روحیه مهاجر ستیزی نداریم و مشترکات زیادی با همسایگانمان داریم. به گفته مؤمنی بر اساس قوانین بین‌المللی کشورهای مهاجرپذیر باید کمک شوند، اما هیچ کمکی به ایران نشده است. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرد که به 16 تن به دلیل اظهاراتی علیه جبهه مقاومت تذکر قانونی داده شده و 3 تن هم بازداشت شدند. به گزارش میزان، اصغر جهانگیر در نشست خبری قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در این باره گفت
هم نوا شدن با دشمن گناه نابخشودنی است. وی اظهار نظر علیه گروه های مسلح در منطقه که توسط جمهوری اسلامی مورد حمایت قرار می گیرند را مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و جرم دانست و گفت سه تن به این دلیل تاکنون بازداشت شدند. بعد از حمله موشکی ایران در دهم مهر ماه به اسرائیل، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای خواستار معرفی کاربران رسانه‌های اجتماعی شد که مخالف این اقدام و یا حمایت حکومت ایران از گروه های شبه نظامی مورد حمایت خود در منطقه بودند. گروهی از هنرمندان و چهره های سرشناس هم برای حذف مطالب خود علیه جنگ در رسانه های اجتماعی تحت فشار قرار گرفتند. سخنگوی قوه قضاییه گفت برای کسانی که قانون را رعایت نکنند و اصرار بر ادامه جرایم داشته باشند حتما پرونده تشکیل خواهد شد. بینندگان هشمند، در این لحظه توجه شما را به پایم های بازرگانی جلب میکنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. آیا از شما کلاهبرداری شده؟ نگران نباشید. جعل اسناد، جعل وکالتنامه، جعل قراردادها و حتی جعل وصیت‌نامه و غیره را ما قانوناً به نفع شما پیگیری خواهیم کرد. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. گزارش ها از مناطق نفت و گاز ایران حاکی از برگزاری تجمعات اعتراضی کارکنان رسمی نفت و کارگران پیمانکاری پالایشگاه های گاز پارس جنوبی در روز سه‌شنبه اول آبان ماه و همزمان برخوردهای امنیتی با کارکنان رسمی در منطقه ویژه اصلی است. کانال تلگرامی افکار نفت که مشکلات و نیز اعتراضات صنفی کارکنان رسمی نفت را منتشر می کند نوشت که با آغاز گرد همایی همکاران معترض در محل منطقه ویژه اصلیه، تعدادی از آنها با رفتار زننده نمایندگان دادستانی و اطلاعات که ماسک زده بودند بازداشت و به ماشین‌های یگان ویژه منتقل شدند. کارکنان رسمی نفت به عدم پیگیری وزیر نفت در جای مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر مستثنا کردن کارمندان مناطق عملیاتی از قانون ظالمانه سقف حقوق معترض هستند. یک مقام ارشد اسرائیلی و از جنرال های بازنشسته ارتش این کشور که خدمات مشاوره‌ای به دولت اسرائیل می دهد گفت هر هدفی که اسرائیل در ایران مورد حمله قرار بدهد تنها به یک نوبت حمله ختم نخواهد شد، بلکه نشانگر شروع جنگی بزرگتر بین دو کشور خواهد بود. امیر آبیبی، سرتیپ بازنشسته ارتش که دوست نزدیک و همسایه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در قیصریه است و به طور مرتب به وزرای کلیدی دولت او مشورت می‌دهد، گفت حمله اسرائیل به ایران حمله‌ای بزرگ خواهد بود، اما این فقط یک حمله از شماری از حملات خواهد بود. این تنها آغاز یک جنگ طولانی بین اسرائیل و ایران است. هنوز اهدافی که اسرائیل برای انتقام از حمله موشکی نهم مهر ماه جمهوری اسلامی به این کشور در ایران هدف می‌گیرد فاش نشدند، اما ژنرال آبیبی می‌گوید که
اینکه اسرائیل چه اهدافی را میزند اهمیتی ندارد، زیرا این تنها یک آغاز است و نباید به آن به عنوان امکانی برای رسیدن به هدف نهایی نگاه کرد. این مقام سابق نظامی اسرائیلی میگوید هدف نهایی اسرائیل این است که ایران به یک قدرت هسته‌ای تبدیل نشود. آبیبی تاکید کرد که اسرائیل همچنین چندین سورپرایز برای ایران آماده کرده، اما وقتی از او پرسیده شد که منظورش از سورپرایز ها چیست، به توضیح بیشتری نداد و گفت نمیتوانم وارد جزئیات شوم، اما ما سورپرایز های جالب بسیاری آماده کردیم. گروه شبه نظامی حزب الله لبنان مسئولیت حمله پهپادی به خانه نتانیاهو را پذیرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد عفیف سخنگوی حزب الله لبنان که از گروه های نیابتی جمهوری اسلامی است، روز سه‌شنبه اول آبان ماه تا یه سخنانی گفت که این گروه مسئولیت حمله پهپادی به خانه بنیامین نتانیاهو در قیصریه را به طور تمام و کمال و اختصاصی بر عهده گرفته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حکومت ایران را به دست داشتن در این حمله متهم کرده است. روز سه‌شنبه همچنین رسانه‌های اسرائیل با انتشار تصویری از خانه بنیامین نتانیاهو از وارد آمدن آسیب به آن در حمله پهپادی حزب الله لبنان خبر دادند. اسرائیل اعلام کرده که نتانیاهو با همسرش در زمان حمله در خانه حضور نداشتند و این حمله تلفات جانی و جراحت نداشته است. ارتش اسرائیل امروز سه‌شنبه اول آبان ماه مواضع و زیرساخت‌های حزب الله از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در بیروت را هدف حمله قرار داد. اسرائیل اعلام کرد که این پایگاه مرکزی محل عملیاتی مهم برای حزب الله محسوب می‌شد و در واقع یک مرکز آموزشی برای انجام تمرین‌ها و آموزش نیروی دریایی حزب الله و همچنین محل نگهداری قایق‌های تندروی نظامی بود که در حملات به شناورها و دیگر اهداف اسرائیل در قلمرو آبی این کشور کاربرد داشتند. ارتش اسرائیل میگوید که تا یه حملات دیگری در بیروت، انبارهای تسلیحاتی، مراکز فرماندهی و دیگر زیرساخت‌های حزب الله که برخی از آنها زیرزمینی بودند، هدف قرار گرفتند. مقامات اسرائیلی همچنین از حمله موشکی حزب الله به مرکز اسرائیل خبر دادند که ساکنان این منطقه را به پناهگاه کشاند، اما تلفات یا جراحاتی در پی نداشت. ارتش اسرائیل گفت که حزب الله 5 پرتابه را از داخل لبنان به سمت اسرائیل شلیک کرد و افزود که اکثر آنها توسط سامانه دفاع موشکی اسرائیل رهگیری شدند، در حالی که یکی از آنها در منطقه باز فرود آمد. همزمان با این تحولات، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا سفر 7 روزه خود به خاورمیانه را آغاز کرد و امروز شنبه اول آبان ماه برای دیدار با رهبران اسرائیل وارد این کشور شد. قرار است که بلینکن با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، یوآف گالانت وزیر دفاع و سایر مقامات اسرائیلی دیدار کند. اداره پلیس فدرال آمریکا FBI سرگرم تحقیقات درباره درز اطلاعاتی اسناد فوق محرمانه مرتبط با آمادگی های اسرائیل برای حمله تلافی جویانه به جمهوری اسلامی است. برود FBI به این پرونده بعد از آن رخ می دهد که کاخ سفید اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از درز اسناد اطلاعاتی محرمانه مربوط به آماده سازی های اسرائیل برای حمله تلافی جویانه به جمهوری اسلامی ایران بسیار نگران است. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز دوشنبه گفت که آمریکا هنوز نمی‌داند چگونه این اسناد پنتاگون به بیرون درز کرده است و تحقیقات وزارت دفاع ایالات متحده در این ارتباط جریان دارد. وی تصریح کرد که رئیس جمهوری آمریکا فعالانه پیشرفت فرایند تحقیقات جاری را دنبال می‌کند. جان کربی با تاکید بر اینکه هیچ نشانه‌ای داله بر درز اسناد اطلاعاتی بیشتر وجود ندارد، افزود که مقامات آمریکایی با همتایان اسرائیلی در ارتباط هستند. یک کانال تلگرامی مرتبط با حکومت ایران روز جمعه اقدام به انتشار 2 سند مزبور کرد و مدعی شد که آنها را از یک منبع امنیتی آمریکا دریافت کرده است. بنا به گزارش ها، انتشار این 2 سند در میانه آماده سازی های اسرائیل برای پاسخ دادن به حمله موشکی 10 مهر ماه جمهوری اسلامی ممکن است که تلاش برای اختلال در عملیات اسرائیل باشد. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید.
گریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا. از زمان تصادف و صدمات بدنی، از ابتدا تا پایان پرونده، حتی تا ترایل و دادگاه با شماست. هیدریلا با بهره‌گیری از تیم گسترده حقوقی و با همکاری بیش از 10 وکیل برتر در کالیفرنیا و نوادا. در هیدریلا پرونده شما برای ترایل و لیدیگیشن به دفاتر دیگر سپرده نمی شود. 818-818-0707 hidarilagroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه درکه دربند چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیر بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. خبرها را دنبال میکنیم. گروه شبه نظامی سودانی موسوم به نیروهای واکنش سریع میگویند که یک پروند هواپیمای باری را در غرب این کشور در منطقه جنگزده دارفور سرنگون کردند که حامل شهروندان روسیه بوده است. به گزارش آسوشیتد پرس، نیروهای واکنش سریع که از اپریل سال 2023 با ارتش سودان در حال جنگ هستند، روز دوشنبه بدون ارائه مدرک ادعا کردند که این هواپیما بر سر غیر نظامیان بشکه‌های بمب می‌ریخته است. در بیانیه‌ای که این گروه شبه نظامی منتشر کرده آمده است که تمام مزدوران خارجی سوار بر هواپیما در این عملیات از بین رفتند. سفارت روسیه در خارتوم، پایتخت سودان، در پیامی اعلام کرده که دیپلمات‌های روسیه در حال بررسی حادثه در منطقه مالها در شمال دارپور در نزدیکی مرز با چاد هستند. ایالات متحده آمریکا 6 شرکت چینی را به اتهام کمک به توسعه برنامه تسلیحات کشتار جمعی و پهپادی ایران به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. شرکت Small Leopard Electronics مستقر در هنگ کنگ به همراه شرکت زنجیره تدارکاتی سنجاقک شنجن از جمله به دلیل تلاش برای تفره رفتن از ارائه اطلاعات مربوط به مصرف کننده نهایی قطعات و محصولات در فهرست تازه قرار گرفتند. وزارت بازرگانی آمریکا در بیانیه خود نوشت که Small Leopard Electronics با شرکت دیگری که محصولات را در اختیار یک شرکت تدارکاتی ایرانی قرار می‌دهد، داد و ستد داشته است. این شرکت ثبت شده در هنگ کنگ پیش از این در فهرست شرکت‌های دارای وضعیت نامشخص قرار داشت. فهرستی شامل شرکت‌هایی که مأموران کنترل صادرات آمریکا امکان بررسی میدانی و حصول اطمینان از عملکردشان را ندارند. سه شرکت دیگر شامل دیتیل تکنولوژی و التانگ الکترونیک تکنولوژی و شنجن جیاچوانگ وی تکنولوژی هم به اتهام اقدام یا تلاش برای تأمین قطعات آمریکایی برای توسعه برنامه‌های ساخت پهپاد و تسلیحات کشتار جمعی ایران به فهرست شرکت‌های تحریمی اضافه شدند. پلیس مبارزه با مواد مخدر آلمان میگوید که در جریان یک عملیات ضد قاچاق در شهر دوسلدورف این کشور، یک پیتزا فروشی را یافته که مخفیانه در کنار سفارشات پیتزا کوکائین به مشتریان می‌فروخته. به گفته پلیس، مشتریانی که پیتزای شماره 40 را در منوی غذا درخواست می‌کردند، مقداری کوکائین هم همراه با پیتزا تحویل می‌گرفتند.
این شیوه مخفیانه فروش کوکائین برای اولین بار در ماه مارچ و توسط بازرسان مواد غذایی کشف شد. هنگامی که واحد مبارزه با قاچاق مواد مخدر پلیس پرونده را به دست گرفت، ماموران به سرعت متوجه شدند که چرا پیستای شماره 40 تا این حد محبوب است. هنگامی که ماموران به آپارتمان مدیر پیستا فروشی یورش بردند، مرد 36 ساله صاحب پیستا فروشی یک کیسه پر از مواد مخدر را از پنجره بیرون انداخت که مستقیما به دست افسران پلیس افتاد. به گزارش مقامات این کیسه شامل 1.6 کیلوگرم کوکائین، 400 گرم حشیش و 268 هزار یورو پول نقد بوده است. محمد رسولوف، سینماگر سرشناس ایرانی، روز دوشنبه در جشنواره بین‌المللی فیلم وین در اتریش تازه ترین ساخته خود با عنوان دانه انجیر معابد را به الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه‌نگار ایرانی، تقدیم کرد. این دو روزنامه‌نگار اخیراً به دستور قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای سپری کردن حکم 5 سال حبس به زندان فراخوانده شدند. این حکم با اعتراض بسیاری از روزنامه‌نگاران، هنرمندان، فعالان و سازمان‌های حقوق بشری در سراسر جهان مواجه شده که خواستار لغو آن هستند. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.